در بخش قبلی رفتیم سراغ پنل بیسیک، دیتیل و قسمت‌های دیگه، نور و رنگ ابتدایی تصویر اون رو اصلاح کردیم. تو این قسمت می‌خوایم بریم سراغ این که با استفاده از ابزارها یه مقدار عکسمون رو پخته‌تر بکنیم. این ویدیو رو حتما تا آخر همراه من باشید. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستای خوبم، به استودیو من خوش اومدید. من مثل خادمپور هستم و مثل همیشه با یکی دیگه از آموزش‌های فتوشاپ در خدمت شما. بریم سراغ عکسمون و ادامه کارمون رو با هم دنبال بکنیم. خب قبل از اینکه کارمون رو شروع بکنیم، بیاید قبل و بعد رو ببینیم. کاری که تو بخش قبلی با هم انجام دادیم این عکس خاممون بود، عکسی که اصلا کلا ادیت نشده بود، و کاری که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم. حالا میخوام با استفاده از ابزارها یه مقدار عکسمو پخته‌تر بکنم. مستقیما میرم سراغ ابزار گریجوئت فیلتر که میتونه یک گرادینت حالا برای ما داشته باشه که یک سری تنظیمات هم داخلش هست. مثلا خیلی کارها میتونیم باهاش انجام بدیم، مثل تنظیمات نور و رنگ. این ابزار انتخاب میکنم و قسمت پایین دقیقاً اینجا به سمت بالا هدایتش میکنم. چرا این کارو دارم انجام میدم؟ به خاطر اینکه میخوام این قسمت پایین تصویرمو میرم سراغ اکسپوژر افزایش میدم که یه مقدار روشن‌تر بشه، دقیقاً به این شکل. هایلایت‌ها رو کم میکنم، شادو رو افزایش میدم که اون قسمت‌های تاریک پایین تصویرم، البته یه مقدار اینو باید به سمت بالا بیشتر بکشم، قسمت تاریک تصویرم، این قسمت‌های پایین که تاریک هستن، دیتیل خودشون رو به دست بیارم و یه مقدارم کنتراست افزایش میدم. ببینید؟ حالا قبل و بعد رو ببینید، قشنگ اون فضای تاریک رو برای من روشن کردش. و میرم سراغ بلک و یه مقدار ببینید، حتی ابزار انتخاب نیست، ابزار انتخاب میکنم و یه مقدار بهش بلکم میدم که اون حالت غبار از بین بره. خب این قبل و این بعد. خب تا اینجا کافیه. البته میتونم یه مقدار تمپرچرم تغییر بدم. اگه بریم به سمت رنگ‌های ابزار بعد انتخاب بشه، بریم به سمت رنگ‌های آبی، نه میتونه رنگ‌های زرد باشه، یک مقدار رنگ‌های زرد که داخل تاریکی‌ها رنگ آبی نداشته باشه، یه مقدار تصویرم گرم‌تر بشه. خب این ابزار رو باز در حالت انتخاب دارم، از سمت بالا به سمت پایین می‌کشم، دقیقاً به این شکل و ریست میکنم که تنظیماتش صفر بشه و اون قسمت بالا رو یه مقدار از حالت زرد بودن خارج میکنم. یعنی با استفاده از تمپرچر رنگ آبی رو بهش میدم، در این حد کافیه. یه مقدار کنتراست هم میبرم بالا، اون قسمت ها تاریک تر و تیره تر میشه و یه مقدار هم بهش دیهز میدم، خیلی خیلی کم. دقیقاً قبل و بعد رو چک میکنیم با هم. کم کم داره خودش رو نشون میده. اینم از این قسمت. برمیگردم تو قسمت بیسیک و اینجا حالا یه مقدار تکسچر رو باز افزایش میدم. عدد 30 رو میدم بهش که تکسچرم افزایش پیدا کنه. خب بریم جلوی یک نگاهی به تصویرمون بندازیم ببینیم که به چه صورت هستش. خب تمام جزئیات داخل تصویرمون مشخصه، قشنگ درخت‌ها رو میتونیم ببینیم، سایه ها مشخصه، این پمپ بنزین انگاری، آره پمپ بنزین هم مشخصه کاملا. و بریم سراغ برج، این مقدار وضوحش کمه که حالا داخل نرم‌افزار فتوشاپ اصلاحش میکنیم. برگردیم عقب، میتونم یه مقدار باز تصویرم روشن‌تر بکنم و هایلایت‌ها یه مقدار کمتر کنم و یه مقدارم کنتراست رو باز بیشتر کنم. تو این قسمت شما خودتون میتونید انتخاب بکنید که تصویرتون یک تصویر پر کنتراست باشه یا کم کنتراست باشه. من ترجیح میدم که تصویرم کنتراست زیاد نداشته باشه، یعنی پر کنتراست نباشه. چرا؟ چون که اون تیرگی‌های زیاد بعضی وقت ممکنه که بیننده رو اذیت بکنه. به خاطر همین میرم داخل پنل کروز و یک مقدار این قسمت رو به سمت بالا هدایت میکنم. ببینید این کار باعث میشه که کل کنتراست تصویر من کم بشه. بعدا تو نرم‌افزار فتوشاپ که وارد شدیم، اون قسمت هایی که حالا اذیت میکنن رو میتونیم اصلاحش بکنیم.
تنها کار دیگه ای که بعد اینجا انجام بدم اینه که برم سراغ قسمت دیتیل و توی قسمت کالر نویز ریداکشن یه مقدار نویز های رنگی تصویرام رو حذف بکنم. چرا؟ چون تو قسمت های تیره مخصوصا این قسمت ها ما 100% نویز های رنگی داریم، توی دیدن شاید زیاد متوجه نشیم، ولی حتما این کار رو انجام بدید، کالر نویز ریداکشن رو به سمت جلو هدایت بکنید، دیتیل و آیتم بعدی رو بذارید سر جاش باشه. در همین حد کافیه، حتی بازم یه مقدار میتونم نویز ها رو اینجا کمتر بکنم، البته خیلی دیگه تصویرم ماست میشه، یه جورایی محو میشه و اون شارپنس خودش از دست میده. نویز رو که زیاد از بین ببریم شارپنسمون هم از دست میدیم. توی قسمت دیتیل در قسمت بالا آلتو میگیرم و آیتم شارپنس رو به سمت جلو هدایت میکنم، دقیقا به این شکل که ببینیم شارپنس تصویرمون هم خوب شد و توی این قسمت دیگه کاری ندارم، یعنی توی پلاگین کامرا دیگه کاری ندارم و ادامه رو باید بریم توی نرم‌افزار فتوشاپ. به خاطر همین روی آیکون سیو ایمیج کلیک میکنم و حالا یه جا رو بهش میدم، من هم دسکتاپ رو بهش میدم و بهش میگم حتما تو حالت تیف و با کامپرس LZW و کالر اسپیس sRGB و 8 بیت برای من خروجی رو بگیر و سیو رو میزنم. توی بخش بعدی عکسمون رو میبریم توی نرم‌افزار فتوشاپ و اونجا شروع میکنیم روش کار کردن، داج و برن و خیلی چیزهای دیگه و کارمون رو فاینال میکنیم. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما بخش بعدی رو دنبال بکنید. مثل همیشه گرنکوبی شیشه غم رو به سنگ، هفت رنگش میشود 70 رنگ. دلتون شاد باشه و لبتون خندون. خدا نگهدار.